فردای روزی که مجلس به وفاق مد نظر پزشکیان رأی مثبت داد. روزنامه‌های صبح پرتکرار به همین کلمه اشاره کردند. وفاق و اجماع میان رئیس جمهوری، رهبر جمهوری اسلامی و مجلس. نتایج آرا رو اعلام بکنم. وفاقی که تندروها از هیچ طیفی را خوشحال نکرد. حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان راضی نیست. در صفحه اول به مسعود پزشکیان تبریک گفته، اما با گلایه‌ای به قول خودش برادرانه. گلایه از این لحظه. بدون هماهنگی ما این کارو نکردیم. چه با پایین با کمیته ها، چه با بالا با کسانی که باید ما هماهنگ می‌کردیم. مدیر مسئول کیهان میگوید اینکه مسعود پزشکیان در صحن مجلس گفته برای وزرای پیشنهادیش با رهبر هماهنگ کرده، ادعای نادرست است. باید اظهاراتش را اصلاح کند و راه را برای به گفته او سوء استفاده دشمنان باز نکند. توافق کردیم، اینجا عرضه کردیم. مخالفان حکومت با اشاره به همین صحنه میگویند مهر تاییدی بود بر پایان جمهوریت نظام. نشانی از اینکه انتخاب در جمهوری اسلامی معنا ندارد. گروه ناراضی دیگر جبهه پایداری است. دو چهره جنجالی از این حزب در مجلس که طرفدار سرسخت سعید جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری بودند. علارغم تبلیغ فراوان نتوانستند حتی برای یک وزیر پیشنهادی مسعود پزشکیان رأی عدم اعتماد بگیرند و باعث شد این تلقی برای بسیاری ایجاد شود که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و نامزد انتخابات ریاست جمهوری از مخالفان اصولگرایش انتقام گرفته. این وفاق باعث شد برای عده‌ای از طرفداران حکومت سوال‌های جدی ایجاد شود. میگم اگه آقا وزیر وزرا رو انتخاب میکنه دیگه انتخابات برای چیه؟ رأی اعتماد مجلس برای چیه؟ رأی مردم به رئیس جمهور چیه؟ اینا سوالاتیه که تو ذهنم میاد. ممنون میشم جواب بدید. از امروز هیئت دولت در ایران چالش‌های بزرگی پیش رو دارد. از اوضاع پریشان اقتصادی، تحریم‌ها و تورم، بحران‌های اجتماعی، شکاف میان نسل‌ها و حکومت، آزادی‌های فردی و جمعی، زنان و فیلترینگ اینترنت. سعی کردم با وفاق بیام. فارغ از اینکه وفاق دیروز برای بسیاری نفاق بود، یک نفر فعلا خوشحال است. ما پیروز شدیم. تا پیروزی چطور تعریف شود؟ ناصر مدنی، بی بی سی. دست به دست هم بدیم.